Hello everyone, Amir here again and I hope you're all doing great. بچه امروز قراره که کارکرد ویشو با هم یاد بگیریم. یه بحث گرامری داریم. I wish, she wishes. میخواییم ببینیم تو ساختار جمله چجوری استفاده میشه. چه زمانهایی رو باید درش به کار ببریم. اصلا wish خودش یه ساختار جدا داره تو زبان انگلیسی. قراره که همین رو با هم بررسی کنیم. فقط یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بچه ها برای شروع wish به چه معنیه؟ I wish. You use wish, the word wish, when you wanna say something, you know, hypothetically. Hypothetically wish به معنی آرزو کردنه. خب و یه چیز فرضیه. من آرزو میکنم که این اتفاق بیفته. تو مطمئن نیستی که این اتفاق قرار بیفته یا نه. امیدوارم. آرزو میکنم مثلا این اتفاق بیفته. خب من چند تا جمله می نویسم، اینا رو با هم مقایسه کنیم، بعد بریم ساختارش رو به صورت گرامری بررسی کنیم. جمله اول: I wish I were rich. I wish I were rich. جمله دوم: He wishes he were rich. He wishes he were rich. من آرزو می کنم که پولدار بودم. ای کاش که پولدار بودم. او آرزو می کنه که کاش پولدار بود. خب اولین نکته که میخوام تو ذهنتون نگه دارید بچه، برای ساختار wish همیشه از were باید استفاده کنید. برای همه زمایر از he was استفاده نمی کنی. He wishes he was rich. این غلطه. He wishes he were rich. چرا؟ Because that's the way it is. واقعا جوابش همینه. ببخشید من اینجوری میگم، هیچ دلیل خاصی نداره. این ساختار wishه. اگه میخوای از ضمیر to be استفاده کنی، am و is و are، برای همه سابجکت ها، منظورم I, you, he, she, they، هر کی، it، از where بعد استفاده کنی. He wishes he were rich. She wishes she were a president. آرزو میکنی که کاش یک رئیس جمهور بود. این نکته اوله. میخوام یادتون باشه هر موقع خواستی آرزو کنی که فلان بودی، فلان کس فلان باشه، برای بودن بعد از فعل were استفاده کنی، نه was. اوکی؟ یه ساختار دیگه هم که داره، اینم من میگم بعد میریم به صورت گرامری توضیح میدم، همه اینا رو میفهمید. خب میخوام اول یه پریویو داشته باشید. میخوای بگی آرزو میکنم کاش بارون بیاد. خب اینجا دیگه از بودن داری استفاده نمیکنی. آرزو میکنم فلان باشم، آرزو میکنم اون فلان بود. اینجا داری میگی یه اتفاقی بیفته. میخوای از فعل استفاده کنی. خب از اکشن استفاده کنی. میگی که چی؟ I wish it would rain. I wish it would rain. خب ببینید بچه ها، گفتم یک هایپوتتریکلیه، یک ایمیجینریه. خب وقتی که شما داری راجع به یه چیزی حرف میزنی که وقتی ازش مطمئن نیستی، افعالی هم که باید استفاده کنی افعالیه که واسه شرایط فرضیه. خب would وقتی استفاده میکنی، I wish it would rain، میگی امیدوارم بارون بباره. ولی اگه بگی I wish it will rain، این چرا غلطه؟ بذار من یه توضیح بهتون بدم. ببینید شما مثلا خب از یه چیزی سر یه ساعتی مطمئنی، میخوای بگی که فردا رأس ساعت 6 بارون میاد. خب مثلا هواشناسی و مطمئنی، اون موقع باید از it will استفاده کنی. It will rain at 6 tomorrow. یعنی تو یه تایم اسپسیفیک داری بهش میدی و مطمئنی، از it will استفاده میکنی. بعضی میگن حالا من جای نکته دیگه هم گرامری بگیم، فرق would چه would و کجا استفاده میکنه. خب حالا میخوای بگی که فردا ممکنه بارون بیاد، نه تایمش رو میدونی نه قطعی میدونی. خب میتونی بگی it may would rain tomorrow. I wish it would rain tomorrow. یعنی از may خالی هم میتونی it may rain tomorrow، شاید فردا بارون بیاد. I wish it would rain tomorrow، یعنی که فردا امیدوارم که بارون بیاد. داری راجع به چیز فرضی حرف میزنی و ازش قاطعیت مطمئن نیستی. اوکی؟ خب پریویو رو داشتیم، حالا بریم توضیح گرامریشو ببینیم. بچه‌ها ببینید ساختار wish به این صورته: subject plus wish plus one tense back. One tense back یعنی چی؟ subject که میشه subject I, you, he, she, they، به اضافه wish، به اضافه one tense back. ببینید شما اون جمله‌ای که داری میگی، خب هر زمانی که داره فعلت باید یه دونه بره عقب‌تر. مثلا
بذاری من با مثال بگم تا بفهمی. Want tense back یعنی یک زمان عقب‌تر. مثلا من میگم که I am not rich. I am not rich. من پولدار نیستم. خب حالا میخوام بگم کاش پولدار بودم. تو فارسی هم ما همینجوری میگیم دیگه، نمیگیم که مثلا ای کاش پولدار هستم، ای کاش پولدار میشم. خب میگه که ای کاش پولدار بودم. میبینی از بودم استفاده میکنی، یه زمان میری عقب. خب باید بگی I wish I were rich. اون ام یه زمان میره عقب. خب اون ام یه زمان میره عقب میشه I wish I were rich. یا مثلا مثلا میگه که He is not a rich man. اون یه مرد پولدار نیست. He wishes he were a rich man. اون دو آرزو میکرد که ای کاش پولدار بود. یه زمان میری عقب. خب حالا این واسه افعالی مثل ام و ایز آر من گفتم to be. بریم واسه افعال دیگر هم چک کنیم. فرض کنیم جمله اولمون، جمله پایمون واسه گذشته است. مثلا I didn't study hard back in high school. میگه که من به اندازه کافی و خوب مطالعه نکردم، شاگرد خوبی نبودم زمانی که دبیرستان میرفتم. I didn't study hard back in high school. خب حالا از کارت پشیمونی، از عمل کردت پشیمونی، میخوای بگی که ای کاش مطالعه میکردم. جمله اول زمانش چیه؟ گذشته است. یه دونه بخوای عقب تر بری میشه ماضی بعید، میشه past perfect. خب باید از had استفاده کنی. I wish I had studied back in high school. یه زمان باید بری عقب اگه از wish استفاده کنی. خب تو میخوای بگی من گذشته مطالعه نکردم، کاش مطالعه کرده بودم. میبینی میشه ماضی بعید. I didn't study hard back in high school. I wish I had studied hard back in high school. خب حالا بریم جمله بعدی. حالا به این جمله دقت کن. I had left the house before she called me. خب دارم میگم که من خونه رو ترک کرده بودم قبل از اینکه اون به من زنگ بزنه. جمله اولمون، کار اولی که کردیم گذشتمون چیه؟ ببینید بچه، ماضی بعید معمولا اتفاقی که قبل از یه اتفاق دیگه میفته دیگه، ساختارش اینجوری. حالا من اینجا نمیخوام پس پرفکت درس بدم، فقط یه یادآوری کنم که معمولا تو جمله‌اش از بیفور استفاده میشه. میگه که من خونه رو ترک کرده بودم قبل از اینکه طرف به من زنگ بزنه. کدوم اتفاق زودتر اتفاق افتاده بوده؟ خونه رو ترک کردن. یعنی تو خونه رو ترک کردی بعد بهت زنگ زد. خب حالا میخوای بگی که ای کاش من خونه رو ترک نکرده بودم. دیگه ما عقب تر از ماضی بعید که نداریم دیگه. I had left the house این دیگه عقب ترین زمانه. خب پس دیگه از این عقب تر نمیتونی بری، همون ماضی بعید رو دوباره استفاده میکنی. I wish I had not. اینجا میگی ای کاش ترک نکردم. I wish I had not left the house before she called me. خب اینجا دوباره از ماضی بعید استفاده میکنه. پس اگه ماضی ساده باشه مثل I didn't study میره رو ماضی بعید، اگه ماضی بعید باشه همون ماضی بعید میمونه. I wish I hadn't left the house before she called me. حالا فرض کن میخوای در رابطه با آینده صحبت کنی، میخوای یه اخباری راجع به فردا و پس فردا بگی. مثلا میخوای بگی که It will be dry tomorrow. فردا هوا قرار خوش باشه. Dry tomorrow. حالا میخوای بگی که ای کاش بارون بیاد. خب داری راجع به آینده حرف میزنی دیگه. آینده رو که نمیتونی یه زمان بیاری عقب. خب راجع به فردا پس فردا، وقتی داری راجع به فردا پس فردا حرف میزنی، ببینید اتفاقاتی که تو گذشته افتاده افتاده، به یقین افتاده. تو راجع به گذشته حرف، تو میدونستی واقعا توی های اسکول استدی نکردی، نخوندی، I didn't study، تموم شد. وقتی میخوای از ویش استفاده کنی یه زمان میری عقب، ولی از آینده که خبر نداری. خب پس وقتی راجع به آینده داری حرف میزنی میشه hypothetically، میشه فرضی. خب و وقتی میشه فرضی بعد از would استفاده کنی. میگی I wish it would rain tomorrow. امیدوارم که فردا بارون بیاد که این هوای خوش ما رو اذیت نکنه. خواستی از ویش استفاده کنی، یه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده رو راجع بهش صحبت کنی و راجع به زمانش مطمئن نیستی، باید از would استفاده کنی. I wish it would rain tomorrow. یا مثلا طرف یه دونه اینترویو داره، میخوای براش آرزوی موفقیت کنی، میگه که I wish she would make it. I wish she would make it یعنی که امیدوارم که از پسش بر بیاد. اوکی این بود ساختار ویش. امیدوارم که کامل متوجه شده باشین که من سعی کردم مفصل مفصل بهتون توضیح بدم.
Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. این هم یک ویدیو دیگه بود بچه‌ها برای کاربرد ویش، یک ویدیو گرامری. امیدوارم که به درتون خورده باشه. سعی کنید دو سه تا جمله با ویش برای گذشته، یه دونه جمله با گذشته بنویسید، یه دونه جمله در آینده بنویسید. مثلا یه کاریو که قبلا کردی ازش پشیمونی، خب با ویش برای من جمله بذار و در آینده هم که مثلا دوست داری مثلا شرایط بهتر بشه، I wish everything would get better، برای من جمله بذار، من جمله رو میخونم. بازم یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. تا ویدیوی بعد، take care.